در رابطه با محبت‌های امام به ما. محبت‌های امام یه وقت صحبت می‌کنیم راجع به کل اجتماع و عنایت و لطفشون به ملت اسلام، اون یک بعد بسیار وسیعی داره که ما هر چه داریم از ناحیه امامه. اگر اسلام تجدید شده، اگر عزت پیدا کردیم در سایه عنایات امام و حرکتی که معظم الله ایجاد کردن و نظام 2500 ساله شاهنشاهی رو تومارش رو بستن برای همیشه کنار گذاشتن، خب این یک عنایت عمیمی است که به کل ملت اسلام و به خصوص ملت ایران داشتن. این مسئله که من عرض میکنم بعد شخصیشو عرض میکنم نسبت به ما، به خانواده ما و محبتشون، چون من واقعا بینی و بین الله اونچنان به ایشون اخلاص داشتم و شیفته بودم که باید عرض کنم سر از پا نمیشناختم. البته این علتش هم خیلی روشنه، اون جهاتی که در ایشون بود، اون حالت تواضعشون، اون حالت بزرگواریشون، اون محوشون در حق و در اسلام و خلاصه راهی که در پیش گرفته بودن. من حالا باز قبل از اینکه این لطفشون رو نسبت به خودم و خانواده خودم ذکر بکنم، این جمله گرچه جاش اینجا نبود، بعد باید عرض می‌کردم، ولی اینجا باید بگم که این جهاتی بود که واقعا در امام رضوان الله تعالی علیه موجب می‌شد که انسان واقعا اخلاص پیدا کنه به ایشون. بعد از جریان انجمن‌های عرایتی ولایتی که من حالا تفصیلش رو عرض خواهم کرد، ایشون خب اینجا محصور بودن و نظام هم فشار می آورد و اون آزادی که بایستی باشه در ایران نبود، گرچه ایشون راحت چی می کرد، حرفاشون رو می زدن، حرکتشون رو انجام می دادن، ولی مردم دیگر، علما، روحانیون، مراجع دیگر یک نوع ملاحظاتی داشتن که این حرکت فکر می کردن که در ایران اونجوری که دلشون می خواست نمی آمدن میدون. ایشون یک نامه ای به مرحوم آیت الله حکیم نوشتن که حامل نامه من بودم، واسطه هم نداره، واقعا میرسونه که ایشون چقدر مسئله براشون مهم بود که فرق نمی کرد، این اسلام باید حاکم باشه، حالا به وسیله من حاکم باشه، به وسیله دیگری حاکم باشه، ما میخوایم مردم زیر سایه اسلام زندگی بکنن. یک نامه ای به ایشون نوشتن، مضمون نامه این بود که من گزارش هایی دارم، خبرهایی دارم، مخصوصا در جریان انجمن های ایالتی و ولایتی که در اون تصویب نامه که بعد دولت پس گرفت که از خواهم کرد، تجربیاتی ایشون داشتن که نتیجهش این بود که اینا بس نکردن، ولو عقب نشینی کردن، ولی مسئله به اینجا خاتمه پیدا نمیکنه و اینا میخوان ریشه اسلام رو بزنن و خیلی ایشون رو ناراحت کرده بود که اینجوری که در نامه منعکس بود. من اطلاع پیدا کردم که پسر رضا خان، محمد رضا پهلوی، قصد داره القاء مذهب بکنه در ایران، همونطوری که آتاتورک در ترکیه کرده بود. و چون یکی از به اصطلاح مواد قانون اساسی گذشته مثل فعلی این بود که دین رسمی مردم ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثناعشریه هست و بایستی پنج نفر از مراجع تراز اول در مجلس حضور داشته باشند و اگر قانونی بر خلاف مذهب خاص وضع بشه اونها وتو کنن به اصطلاح و نگذرن صورت قانونی پیدا بکنه و این یک مسئله بود برای اونها.
و برای اربابانشون. و اینا می‌خواستن با یک قیام و قعود خلاصه این ماده رو حذف کنن از قانون اساسی. بعد دیگه تکلیف هم روشن بود که چی بود. و امام خیلی ناراحت بود و من میخوندم تو قیافش که هر وقت صحبتش میکردن یا راجبه او حرف میزدن پیدا بود که خیلی نگران بودن. نامه نوشتن مرحوم آیت الله حکیم که به من همچه خبری رسیده و ما در ایران تحت فشار هستیم و حضرت عالی از مراجع بزرگوار هستید، در خارج از کشور هستید، این محاضری که ما داریم شما ندارید، شما میتونید اونجا صدا بلند بکنید برای دفاع از اسلام، دفاع از تشیع و ما دنبال شما میاییم، شما بفرمایید، شما نظر بدید، ما دنبال شما را میفتیم. ببینید این چقدر اخلاص رو میرسونه. یک کسی میگفت که اون اسلامی رو من مروجش هستم که از طریق من باشه. نه ایشون میگفت من اسلام میخوام از طریق هر کس باشه. این آقا یه چیزیست که هر کسی رو، هر حق طلبی رو شیفته میکنه. اینجوری بود و علتش هم این بود که این نامه رو ایشون مرقوم فرمودن. اونی دیگه من خودم شنیدم از ایشون، فرمودن که چون قبلا در مسئله انقلاب سفید شاه که اون لوایح ششگانه من قبلا هم به آیت الله حکیم نامه نوشته بودم و ایشون رو در جریان گذاشته بودم، حالا چطور شده بود این نامه به ایشون نرسیده بود یا اطرافیانشون نگذاشته بودن این نامه به ایشون برسه، ایشون بعدن گله کرده بودن که مثلا ایشون ما رو در جریان نگذاشتن. ایشون فرمودن که نخیر من نوشتم، منتهاش حالا ایشون فرمودن به من نرسیده، حالا من میخوام اتمام حجت کنم. به من امر فرمودن، البته با واسطه، کسی از قم آمد پیش من و نامه امام رو به من داد و گفت که امام امر فرمودن که شما این نامه رو به علمای تهران نشون بدید، در جریانشون بذارید که این نامه رو من نوشتم، اتمام حجت کردم. و اون نامه رو من گرفتم و یه روزی در منزل یکی از علما نهار، اونجا جمعی از بزرگان روحانیون اونجا بودن و خوب یادم هست که مرحوم آیت الله محلاتی شیرازی، مرحوم شیخ بهاءالدین محلاتی شیرازی، ایشون هم در اون مجلس بودن و این نامه رو من بردم اونجا. منزل کی بود؟ منزل مرحوم آیت الله شیخ عباس انصاری بود، البته ایشون که فوت کرده بودن، منزل فرزندشون حجت الاسلام و المسلمین جناب آجا عطا الله انصاری بود. اون روز دعوت کرده بودن بعضی از علما، رفتم اونجا و نامه رو خوندم و خب خیلی ایجاد هیجان کرد در آقایونی که اونجا بودن و که مسئله خیلی مهم است و خب تحسین کردن و گفتن خیلی خوب است و آقای حکیم اگر از نجف صدا بلند کنه، چون اونجا مثلا محاضیرش کمتر و اینها، ما به پشتیبانی از گفته یک مرجع تقلید میتونیم اینجا مثلا یه حرکتی به وجود بیاریم. و من بعد یادم هست که دو تا اشکال گرفتن به این نامه، اشکال که نه، یعنی به اصطلاح پیشنهاد دادن، گفتن اولا نامه امضا نداره، ببخشید تاریخ نداره، این تاریخشو بذارن. ما بعد این تاریخ امام فراموش کردن تاریخ بذارن، بس که اون مسئله مهم پیششون، یه مسئله دیگر به تاریخ هم یادشون رفت. و یکی این که عزما نگذاشتن برای ایشون، نوشتن حضرت آیت الله آقای حکیم دامت برکاتو. اونجا گفت آقایون گفتن که خوب است که مثلا حالا ایشون چون تقریبا مرجعیت داشت دیگه اون وقت مرحوم آیت الله حکیم، عزما به بنده مأموریت دادن که بنده نامه رو برگردونم قم، بیام خدمت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و ایشون بخوام که هم نامه رو تاریخ بگذارن و هم تیترش رو به اصطلاح عنوانش رو یک عزمای اضافه کنن. من آمدم قم و تشرف حاصل کردم خدمتشون و در بیرونی اندرون بودن، رفتم اصلا اندرون، من بردن اندرون و کسی نبود، دم ایشون نشستن ولی خیلی غضبناک و ناراحت
و نگرانی از چهرهشون پیدا بود. یعنی هر کس ایشون رو در اون حالت میدید همین از خان برداشت من رو داشت که ایشون خیلی نگران بودن و قطعا میدونم برای همین مسائل اسلامی بود که ایشون نگران بودن. من رفتم و خیلی محبت فرمودن و مثل همیشه کنارشون نشستم و عرض کردم که اوامرتون اطاعت شد. در یه همچه مجلسی بود من عنوان کردم، آقایون رو در جریان گذاشتم و حتی او قصه قبلی هم نقل کردم چون واسطه به من گفته بود. مثل که حضرت علی فراموش فرمودید که تاریخ بذارید، عینک مبارکشون به چشمشون زدن و نگاه کردن، بله من فراموش کردم و تاریخ گذاشتن. و من خیلی تأسف میخورم خدمت شما عرض کردم که چرا اون وقت ما رونوش بر نداشتیم، فوتوکپی بود از نامه هایی بود که تاریخی بود، این اصلا باید ضبط شد. خب توجه نبود دیگه، فکر نمی کردیم اصلا این مسائل رو، ما دیگه خب محدود بود دیدمون دیگه این شکلی. به هر صورت عرض کردم خدمتشون. یه مسئله دیگه ای هم آقایون پیشنهاد کردن که این عنوان این نامه برای آیت الله حکیم کم است، از اتالی مثلا یک کبرای عظمای یک مرتبه ایشون عصبانی شدن، منفجر شدن، داد زدن که اصل اسلام داره از بین میره، پایه های اسلام، ارکان اسلام به لرزه در آوردن، میخوان زیرا به اسلام زدن، دنبال عظما و کبراش هستن. خیلی ناراحت فرمودن نخیر، نامه رو بفرستید به وسیله شخص مورد اعتمادی به دستش. ما هم عرض کردیم چش، نامه رو فرستادیم برای ایشان و با اطلاعی که آقایون. میخوام عرض کنم اینو برای این عرض کردم که ببینید اخلاص ایشون و عنایت ایشون و یعنی چه چیز ذهن ایشون رو مشغول میکرده، مثلا اون چیزی که عرض کنم که ذهن ایشون رو مشغول میکرده مسئله اسلام و تشیع و معنویات. و خب آمدن اینجا مسلط شدن دیگه، اینجا جای درنگ نیست که به همه چیز ما خلاصه میخوان تجاوز میکنن، به دین ما، مذهب ما، آیین ما. واقعا احساس مسئولیت میکردن و اون احساس مسئولیتی که ایشون میکردن و اون شکل با هیجان اون نطقاشون، اون صحبتاشون، اون نامه‌هاشون، اطلاعیه‌هاشون، دیگران چنین احساسی رو نداشتن. خب این واقعا اینا یه چیزایی است که هر انسان از کنم که متدینی رو، هر انسان اسلام خواهی رو، هر انسان شرافتمندی رو که به ملیتش، به اسلامیتش علاقمنده، مخلص میکنه دیگه. و ما این شکل بودیم نسبت به ایشون. این نامه در چه تاریخ بود تقریبا؟ این نامه درست چند ماه بعد از جریان ختم شدن قائله تصویب نامه انجمنهای ایالاتی وادی و پس گرفتن دولت. بعد از پس گرفتن دولت این مسئله پیش آمد. یعنی پس از ماجرای لوای ششگانه و رفراندومی که شاید بله، بعد بله، از اون بود دیگه. بله 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 بعد از اون بود. بله چون انجمن ها هم بعد از اون بود ظاهرا. انجمن قبل از قبل نخیر قبل از رفراندوم قبل. بله ببخشید من عرض میکنم دیگه تاریخ یه مقدار ضبطش برای من چیزه. بله قبل از اونها، قبل از رفراندوم و بعد از انجمن های و بعد از انجمن های حیاتی ولایتی. به هر صورت خب حالا برگردیم. از میخوام این نامه رو کی برد؟ این رو دادیم به یه شخص مسافری که مورد اطمینان بود به عراق میرم، دادیم رسونه. الان هیچ یادم هم نیست به کی دادم، ولی میدونم که شخص مطمئنی بود و بعد هم مسجل شد، یعنی خبرش رسید که دار نامه به دست مرحوم آیت الله حکیم رسیده بود. اما برگردیم به اون عنایت و لطف امام. ما در جریان زندانی شدنمون ما خب مشکلات خیلی بود دیگه برای خانواده ما، برای بچه های ما، مردم هم میترسیدن، همه دوستان ما قطع کردن، رابطه هاشون قطع شد، تقریبا ما بچه هامون، خانواده مون تقریبا منزوی شدن. حتی کار به جایی رسید که خیلی از بستگان نزدیک هم دیگه با ما آمده شد نمی کردن و این خیلی اثر گذاشت روی سلامتی همسر من. مبتلا به کسالت عصبی شدم که هنوز هم آثارش هست و سالها شاید مثلا
دوازده سیزده سال چهارده سال بلکه بیشتر که اطباء خلاصه در معالجه ایشون سعی میکردن و دارو میدادن و گاهی حالت انزوا و اینها به خودشون میگرفتن و امام مطلع بود، از این جریان مطلع بود. عرض کنم که گهگاه احوال پرسی میفرمودن، حالا یا به وسیله نامه یا مثلا یادم هست یک نوبت ایشون امر فرمودن که شما بردارید ایشون رو، همسرتون رو ببرید به لبنان برای استیاف، شاید انشالله حالش خوب بشه. عرض کردم مسافرت زیاد بردیم نشده، هم فرمودن خب حالا برید لبنان. خب گفتم چشم. بعد هنوز امام در ایران بودن؟ نه خیر، بیرون بودن در نجف. بله. عرض کنم که خب امام در نجف بودن، حضرت علی در زندان. بله نه خیر، بعد وسیله نامه، بعد که بیرون آمدم وسیله نامه احوال پرسی کرده بودن و گاهی هم وسیله مسافر مثلا احوال پرسی میکردن، امر فرموده بودن که من مثلا برم. بعد دیدم یک کسی آمد بعد از اون نامه منزل ما و مقادیری پول برای من آورده بود و به این مثلا عنایت و با اینکه مثلا حالا شاید اون مقدارم نیاز نبود، خب ایشون فرموده بودن خب ما میرفتیم مسافرت. ولی ها بعد اون وقت مرحوم فرموده بودن که شما ایام حج هم هست، بعد از اینکه مثلا یک ماه مثلا دو ماه، اون مسافرت ما دو سه ماه طول کشید به سوریه و لبنان و اینها، مشرف بشید به حج و ایشون رو ببرید به حج، اونجا دعا کنید و همین کارم ما کردیم. قرار از یک نوع محبت و لطف خاص که این خب یه عنایت خاصی است دیگه، ما اینو داشته باشید. حالا یک داستانی بگم از عنایت و لطف امام که فوق این حرف هاست، فوق این حرف ها. ما در زندان بودیم، مسافرینی که رفته آمد میکردن آمدن اونجا از امام مطلبی رو نقل کردن که من هیچ یادم نمیره که مرحوم حاج مهدی عراقی وقتی که رفت ملاقات و برگشت و این قصه رو نقل کرد، به قدری شاد شده بود و به قدری نشاط پیدا کرده بود، یک حالتی که به قول مرحوم صدرالمتعلهین اون ترقص روحانی که عرض کنم که در اسفارش ازش یاد میکنه، یه همچه حالتی پیدا کرده. واقعا اینجوری بود. امام فرموده بود که من دوستانم رو فراموش نمی کنم، این برادرانی که در زندان هستن، و من غیر از اعمال واجبم تمام اعمال مستحبیم رو این برادران رو شریک کردم. و ببینید خیلی مسئله است که واقعا ما خیلی خوشحال بودیم. خدا رحمتش کنه مرحوم عراقی میگفت امام الان داره مطالعه میکنه، امام داره الان نماز شب میخونه، امام الان داره عرض کنم که مباحثه میکنه، امام داره الان فقه مینویسه، ما شریکیم در. چه سعادتی از این بالاتر که ما شریک بشیم در اعمال امام علیه رحمت الله علیه و رضوان الله تعالی علیه.